به امیر میگم منو تو چیکار کنیم، میگیم مثل که ما جزء ارکستریم. اولین بار من آقای مسعود رجبی جان جانان رو در سال 1996 ملاقات کردم که واقعا افتخاری بود برای من و ایشون رو در آغوش گرفتم. ولی به هر حال اون زمانی که اونجا بودم به مدت چند هفته واقعا احساس میکردم که زندم و نفس میکشم و جایی قرار گرفتم که واقعا اون مدینه فاضله افلاطون بود که شما در همه جای این شهر امنیت دارید و این امنیت رو من برای اولین بار حس کردم. هر وقت در هر زمانی من کنار اینها بودم احساس کردم زندم و نفس میکشم چون هستم. شورای ملی مقاومت در واقع یک ائتلاف سیاسی متشکل از سازمانها و گروهها و شخصیتهای ایرانی است که در 3 تیر 1360 در تهران توسط آقای مسعود رجبی به منظور سرنگونی حکومت کنونی در ایران و استقرار یک نظام سیاسی و دموکراتیک بنیان گذاری شد. در 1972 این شورا خانم مریم رجبی رو به عنوان رئیس جمهور دوران انتقال معرفی کرد که طرح 10 ماده خانم رجبی در رابطه با ایران فردا که مبتنی بر جدای دین از دولت و کثرت‌گرایی و برابری جنسیت بیانگر دیدگاه های راهبرد های شورای ملی مقاومت بود و من افتخار دارم که بیش از 30 سال عضو این شورای ملی مقاومت ایران هستم.